بخاری یه روایتی نقل کرد، در کتابش میگه، روایت عجیبه، میگه پیغمبر وقتی میگفت سمع الله لمن حمده، مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی یه جزوه‌ای داره به نام زیارت عاشورا فوق الشبهات، اونجا روایتش از بخاری نقل میکنه که بخاری میگه وقتی پیغمبر سر از رکوع بر میداشت می ایستاد که سمع الله لمن حمده میشه، چند نفر رو لعن میکرد، کان یلعن اناسا من اصحابه، چند نفر از اصحابش لعن میکرد، یا کی بودن که و آخر عمرش این کارو میکرده، سر از رکوع بر میداشت وقتی که می ایستاد سمع الله لمن حمده اللهم لعن فلان و فلان و فلان، بعد میرفت الله اکبر به سمت سجده. این چی بوده؟ تو این تو قنوت شنیده بودیم که آقا من لعن کردن، تو سجده شنیده بودیم امام رضا لعن کردن، تو سمع الله لمن حمیده نشنیده بودیم. این اساس ایمانه. به خدا قسم براءت که تو قلبت قرار میگیره نور بهت میدن، محبت بهت میکنن، میری زیارت امام رضا علیه السلام، اون نگاهی که به تو امام رضا میکنه نگاهیه که به دیگری نمیکنه، اون نگاهی که حضرت زهرا سلام الله علیها به تو میکنه اون نگاه به کسی دیگه نمیکنه. در مورد علامه امینی یکی از علمای بزرگ شیعه میگه از امیر المؤمنین سلام الله علیه شنیدم که میزان بغضی که علامه امینی به غاصبین حق من داشت سعادت نوشتن الغدیر بهش دادی، و اگر میزان بغضش بیشتر بود چیزای دیگه بهش میدادیم، یعنی چیزای دیگه هم هست به اون ندادیم چون میزان بغضش به اون حد نرسیده، و اون سعادت نوشتن الغدیر رو به دیگری ندادیم چون به این درجه بغض نرسیده.